درود بر شما همراهان عزیز و گرامی، به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدین. تحریک کلی توریست به خانم ها کمک میکنه تا لذت خیلی زیادی رو در حین یک رابطه جنسی تجربه کنن. در واقع این نقطه حساس ترین ناحیه شهوتزا در بدن زنان هست و هدف اون هم چیزی نیست به جز تجربه لذت جنسی بیشتر. این نقطه دقیقا در بالای لبهای اطراف واژن قرار داره و ساختار عصبی اون تا بخشای داخلی واژن هم گسترش پیدا کرده و شما میتونید با تحریک کردن این نقطه اعصاب خیلی زیادی رو در واژن زنها تحریک کنید و درک این که چه روش تحریکی احساس لذتی رو به اون زن القا میکنه چیزی هست که امروز شما توی این ویدیو میخواین یاد بگیرید. پس لطفاً با سابسکرایب کردن کانالم و لایک کردن ویدیو تا پایان ویدیو همراه من بمونید. خب پیش از این که بریم سراغ ویدیومون، میخوام ازتون خواهش کنم که از گزینه سوپر تنکس استفاده کنین برای اینکه حمایتتون رو به من نشون بدین. عزیزای من، رابطه دهانی رابطه ای هستش که اگر کنترل شده و درست انجام بشه زندگی جنسی شما رو زیر و رو میکنه و یک کمی متفاوت تر از تصورات اولیه ما درباره رابطه جنسی است. ولی داشتن یه همچین رابطه ای در چارچوب مطمئن با حفظ نکات بهداشتی زندگی جنسی شما رو شیرین تر میکنه و ذهنتون رو از داشتن فانتزی های مخرب هم دور میکنه، چون که به اندازه کافی تنوع رو به زندگی جنسی شما تزریق میکنه. برای رابطه دهانی بهتره که از قبل یک کمی با پارتنرتون صحبت بکنین و تمرین کنین. با این کار متوجه میشین که هر دوی شما چه چیزی رو بیشتر دوست دارین و چه چیزی رو دوست ندارین. یادتون باشه که افراد مختلف با هم دیگه فرق دارن و تمایلاتشون و خواسته هاشون منحصر به فرده. خب رابطه جنسی دهانی به تحریک کلیتوریست یا واژن خانم گفته میشه توسط دهان یا زبان مرد. رابطه دهانی یک نوع رابطه جنسی بدون دخول هست که در اون زن و مرد به صورت همزمان یا جدا جدا برای تحریک و لذت بیشتر با دهان یا زبان خودشون اندام جنسی همدیگر رو تحریک میکنن و میخورن و لیس میزنن. توی این نوع از آمیزش تمام اعضای دهان از جمله حلق، زبان، لبها، داخل دهان همش درگیره و شما حتی میتونید از دست هاتون هم استفاده کنید. رابطه دهانی به دو روش کاملا متمایز انجام میشه و بدیهیه که اولین روش بوسیدنه. بوسیدن باعث صمیمیت بیشتر میشه و یک آغازی هست برای معاشقه بین دو نفر. و اما روش دوم، تحریک اندام تناسلی پارتنرتون با فرو بردن اون داخل دهان و تحریک به وسیله زبان هستش. اگر بخوام این رابطه دهانی رو به آقایون آموزش بدم، باید اینجوری بگم که رابطه دهانی با زنها از طریق لیس زدن یا بوسیدن واژن اونها انجام میشه و خیلی از زنها فقط با تحریک همون کلیتوریس میتونن به یک اورگاسم خیلی خوب برسن و این واقعیت. حتی شما میتونید یک زن رو از روی لباس هم ارضا بکنید، فقط میتونید با دستاتون روی ناحیه کلیتوریس رو به صورت دایره‌ای و ویبراتور مانند ماساژ بدین تا زن به یک اورگاسم خوب برسه. برای بوسیدن و تحریک کردن رونها و نواحی اطراف واژن به اندازه کافی زمان بذارید. حساس ترین نقطه واژن زنا 8000 تا انتهای عصبی داره و ناحیه کلیتوریس همون نقطه هستش که شما از طریق اون میتونین تمام واژن رو تحریک کنین. برای پیدا کردن این نقطه لب واژن رو باز کنین تا قسمتی که روی سر واژن دقیقاً زیر مجرای ادرار قرار داره بزنه بیرون و شما بتونین نقطه کلیتوریس رو پیدا بکنین. با زبونتون به آرومی شروع به نوازش و لیس زدن این ناحیه بکنین و بعد به مرور فشار و سرعت زبونتون رو افزایش بدین. همینطور که دارین زبونتون رو به صورت ویبراتوری روی واژن زن حرکت میدین، میتونین انگشتتون رو هم وارد واژنش بکنین. برای تاثیرگذاری بیشتر میتونین الگوهای حرکتی مختلفی رو امتحان کنید. اگر که در این زمینه نیاز به
مشاوره پزشکی داشتین، میتونین باز هم از سلف تراپیست ها مشاوره بگیرین اگر که این ویدیوهای آنلاین به اندازه کافی نمیتونه کمکتون بکنه. و اما این رابطه رو میتونین در انواع پوزیشن ها انجام بدین. نیاز نیست که همیشه پوزیشن 69 معروف رو داشته باشین. خیلی حالت های دیگه هستن که شما در اون میتونین با همدیگه رابطه دهانی برقرار کنین. سعی کنین که خلاقیت خودتون رو به کار بگیرین. بعضی از این حالت ها دو طرفه و همزمان هستن مثل 69 و بعضی های دیگه یک طرف است. به طور خلاصه پوزیشن هایی که میخوام بهتون یاد بدم اینایی هست که میخوام بگم. ساده ترین شکل از انواع پوزیشن های رابطه اینه که مرد به پشت بخوابه، پاهای خودش رو باز کنه، بعدش زن سر خودش رو بین پاهای مرد بذاره و رابطه دهانی رو آغاز کنه. مرد میتونه پاهاش رو روی توشک صاف کنه یا اینکه میتونه خم کنه کف پاش رو بذاره روی توشک، هر طور که خودش راحته. خانم توی این حالت میتونه حتی به بیزه های آقا، به سوراخ مقعد آقا و به پرینه آقا هم دسترسی داشته باشه و اون نقاط رو هم با هماهنگی و اجازه خود آقا ببوسه و لیس بزنه. یکی دیگه از حالت‌های رابطه دهانی همون 69 هست. میتونین این حالت رو به صورت مرد بالا انجام بدین، میتونین این حالت رو به صورت زن بالا انجام بدین. اگر همیشه یک حالت تکراری داشتین بهتون توصیه میکنم که برعکس بشین. اگر همیشه زن بالا بوده برعکس بشین، زن بیاد پایین. توی این حالت درسته یکم حس خفگی به زن دست میده، ولی دسترسی که مرد به واژن زن داره فوق‌العاده است. توی حالت بعدی زن میتونه روی لبه تخت یا صندلی بشینه یا دراز بکشه و مرد زانو بزنه و رابطه دهانی رو انجام بده. یک حالت دیگه ای هم داریم که مرد میتونه بیسته و زن روبروی اون زانو بزنه و رابطه دهانی رو برای آقا انجام بده. توی هر حالتی که هستین، اگر پوزیشنتون یک طرفه هست، شخصی که داره این کار رو برای پارتنرش انجام میده میتونه آی کانتکت برقرار کنه، میتونه از اون پایین چشاشو بیاره بالا و به پارتنرش نگاه کنه و یکم لوندی بکنه و پارتنرش هم میتونه سر طرف مقابل رو روی اندام تناسلیش بیشتر فشار بده یا بچرخونه تا اینکه حس ارباب و برده بودن رو اینجوری بتونه القا بکنه. حالت بعدی این هستش که مرد میتونه به پشت دراز بکشه و زن روی صورت مرد بشینه. توی این حالت زن زانوهای خودش رو در کنار صورت مرد قرار میده و اندام تناسلیش رو روی دهان مرد حرکت میده. میتونید توی این حالت عقب و جلو برین یا اینکه میتونید خودتون رو بچرخونین. بهتره که توی این حالت آقا دستشو بیاره بالا و با سینه های خانم هم یک مقداری بازی بکنه. برای داشتن رابطه دهانی میتونیم حالت‌های مختلفی رو امتحان کنیم. اینا فقط یک چند تا مثال بود که من میخواستم بهتون بگم. مهمترین نکته توی این نوع رابطه استفاده از خلاقیت خودتون هستش و شنیدن نظرات طرف مقابلتون. شاید پارتنرتون یک خلاقیتی داره که میخواد به شما بگه، روش نمیشه. اینکه بتونین خیلی راحت با هم دیگه صحبت کنین و تبادل نظر کنین توی رابطه جنسی خیلی مهمه. و اما یه سری نکات بهداشتی هست برای این مدل رابطه دهانی، بهتره که بدونین. عزیزای من، برای اینکه یک رابطه سالم داشته باشین، سالم یعنی اینکه بعد از رابطه دهانیتون مبتلا به بیماری‌های مقاربتی و عفونی نشین، بهتره که این نکات رو رعایت کنین. پیش از رابطه دهانی حتما حمام بکنین. اگر حوصله دوش گرفتن ندارین، فقط اندام تناسلیتون رو با آب ولرم و صابون‌هایی که pH‌شون صفر هست بشورید و خشک کنید. این حمام کردن میتونه عفونت های شرایط غیر بهداشتی مثل لباس زیرهای آلوده یا مثلا مرطوب رو از اینها میتونه محافظت کنه. و حتما یادتون باشه که موهای ناحیه تناسلیتون رو همیشه اصلاح بکنین. منظورم این نیست که هر روز شیو کنین، ولی نذارین موهای اندام تناسلیتون بلند بشه، چون که همونا محل تجمع باکتری هم هستش. نیاز نیست همیشه بتراشید، فقط اینکه کوتاهشون بکنین کافیه.